خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدین. ممنونم از تشریف فرماییتون و امیدوارم که شب خوبی رو کنار هم باشیم. امیدوارم سلامت باشید و حالتون خوب باشه. امشب میخوام یکم راجع به پنهانکاری حرف بزنیم که ما هیچ کدوم نداریم. هیچ کدوم از ما اینو نداریم. نداریم. نه؟ نه. آها معلوم شد. خصوصیت رو ما نداریم. یکی از رفتارهایی که دیگه کم کم میشه به عنوان رفتار مشترک انسانها ازش نام برد پنهانکاریه. اکثرمون یک سری افکار و افعال یواشکی داریم. نگید نداریم دیگه، بذارید با هم راحت باشیم. نکته عجیبش اینه که بعضی چیزها نیازی به پنهان کردن اصلا ندارن، اما پنهانشون میکنیم. مثلا ذوق و خوشحالیمون رو چرا باید پنهان کنیم؟ تا یه کمی به وجد میایم و شادی میکنیم، میگن طرف تو حال خودش نیست، دو سه ساعت دیگه درست میشه. به خدا بشر قبل از اینکه کشت و زرع رو شروع کنه هم خوشحال میشد. اصلا ربطی به گیاهان نداره. میشینی یه گوشه هیچ کاری هم نمی کنی، باز میگن این تو حال خودش نیست، این دو سه ساعت دیگه درست میشه. کلن ما مردها که پر از احساسات سرکوب شده ایم، مجبوریم خیلی جدی، خشن و بیتفاوت به نظر برسیم، چون کسی روی مردهای احساساتی خیلی حساب باز نمی کنه. مثلا تا حالا دیده نشده که یه مرد بگه وای این گربه ها رو ببین چقدر ملوسه، بیا اینجا ببینم سفید برفی. چنین مردی رو خانوم ها که اصلا تحویل نمی گیرن هیچ. آقایون هم خوشبینانه خیلی بهشون نگاه نمی کنن. من خودم بارها خواستم بگم که چه گربه ملوسی عزیزم، ولی برای حفظ ظاهر کفشم رو در آوردم پرتیم تو سرش. عاشق اینم که توی تولدها کلاه بوقی بذارم، بپرم وسط شلوغی، اما مجبورم بگم صداشو کم کنید، دارم اهم اخبار رو گوش میدم. تنها راه ابراز احساساتمون اینه که بچه دار شیم، که هی بگیم به خاطر دل این بچه، ولو من که ابدا. یه بار تو شهر بازی دیدم بچه رو نیمکت بغل مادرش خواب بود، باباش به خاطر دل بچه سوار رنجر بود، از اون بالا بای بای میکرد بالا میآورد، بای بای میکرد بالا میآورد. نظرات شما رو بخونیم. مدیری حس میکنم انرژیت افتاده. در فیلمای ترکیه‌ای دیدین وقتی بیدار میشن سر صبح چقدر تمیز و مرتبن؟ ولی من که از خواب پا میشم از پشت سر شبیه سمندونم. مدیری یقه اسکی تابستونیاتو از کجا میخری؟ چه گرفتاری شدیم. خدا رو شکر که خاشقچی نیست این روزا رو نمیبینه. من مطمئنم زردالو یک کیلویی 45,000 تومان رو مدیری هم نمیتونه بخره. با این قیمت ها و اوضاع انقدر از همه چیز تعجب میکنم که هر لحظه احساس میکنم تازه به دنیا اومدم. جدیدن میرم خرید، کلی فوش های 2020 میذارم رو پیشخون، دست خالی بر میگردم. مدیری تو گروه نوادگان ام ماریا دعوتت کردیم ولی فعال نیستی. بله. پنهانکاری در تمام ابعاد زندگی بشر رسوخ کرده.
انگار هممون یه توافق پنهانی رو امضا کردیم که راستش رو به هم نگیم. 50 ساله که روزی حداقل 10 بار میشنویم. علم خیلی پیشرفت کرده. ما خوششانسیم که در زمانه پیشرفت علم زندگی میکنیم و از این حرفا. بعد یه بیماری اومده، هم خانواده سرماخوردگی، هیچ کاریش نمیتونن بکنن. اگه علم پیشرفت نکرده بگید، ما ناراحت نمیشیم. هنوز نمیدونیم بیماری از کجا اومده، نمیدونیم به کجا قراره بره، نمیدونیم واکسنش کی میاد، نمیدونیم چجوری میشه از ابتلا بهش جلوگیری کرد. یه روزی میگن دستکش نپوشید جنایت کردید، یه روز میگن دستکش بپوشی خطر انتقال رو افزایش میدی. زلزله میاد میگن قابل پیشبینی نیست. میگی خب فقط بگید که الان این پیش لرزه بود یا پس لرزه بود یا زلزله اصلی. میگن هر سه ممکنه. بعد میپرسیم یعنی ممکنه بازم بیاد یا دیگه نمیاد؟ میگن سوال خوبیه، ممکنه بازم بیاد، ممکنه هم هست دیگه نیاد. علم پیشرفت کرده. بعد میپرسیم خب بالاخره بمونیم خونه یا بریم بیرون؟ میگن بهتره بمونید خونه، ولی اگر برید بیرون عاقلانه تره. خب واقعا خوش به حال اونایی که اصلا خودشونو درگیر این پنهانکاریا نمی کنن. 8 ریشتر زلزله اومد. گفت واقعا زلزله اومد؟ من چرا نفهمیدم؟ فقط اینو فهمیدم یکم اینترنت هم ضعیف شد. یه خانومی آقا کل جمعیت دست بلند کردن. آقا شما تشریف بیارین. خانم لطفاً بفرمایید. شغل شما خانم؟ با عرض سلام خدمت سلام. شما و حضور محترم. دستیار دندان پزشک هستم. دستیار دندان پزشک؟ من کارشناسی مهندسی نفت، الان هم سربازم در حال حاضر. کارشناسی مهندسی نفت، الان هم سرباز. چقدر مونده؟ 4 ماه. 4 ماه دیگه تموم شد، آخراشه. سخت بود؟ بستگی به طرز تفکر طرف داره، ولی به نظر من سخت بود. کجا بودین؟ تهرانی؟ بله تهران. بمیرم الهی. سلمان فارسی اهل کدام شهر ایران بود؟ شیراز. اشتباه گفتن از تو جمع. شما میدونین؟ اصفهان. سمبوسه غذای کدام استانه؟ آبادان. استانه؟ هرمزگان. استانه؟ بندرعباس. آبادان، بندرعباس، چابهار. استانه؟ استانه؟ خوزستان. یخ در بهشت مال کجاست؟ فکر کنم شیراز باشه. گیلان. کدام کشور کمترین میزان مصرف گوشت رو داره؟ نمیدونم. هند. ورزش چوگان از کدام کشور آغاز شد؟ ایران. انگشت پیچ سقاط کدام شهره؟ اصفهان. نه. یزد. نه. همچون شهرها رو دونه دونه یکیش بالاخره میشه. کرمان. تهران. کرمان. انگشت پیچ داریم تهران. کرمان. چون تهران خدمت میکنی همه. قزوین. همدان. آمستردام کدوم کشوره؟ هلند. هلند. مطمئنین؟ بله. هلند. حتما بله. شعر دارید برامون؟ حافظ. بفرم. حفظ کرد. بفرم. الا یا حیا از ساقیت کرد. اصلا این شعر مال حافظ نیست. خود سرچ کردم گوگلش. گوگل کردین امروز؟ میگن به خدا همین الان گوگل کردم. نه گفتم انقدر گفتید که من اصلا میگم مال حافظ نیست. اصلا دست از سر این علا یا ایا ساقی بردارید. بگین بقیه شو. علا یا ایا ساقی رفت. همین تیک اولشو گوگل کرد. بقیهش هم نمیدونین. چرا؟ بفرم. اصلا مناول ها که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد ماشه. همین. بله. دیگه سخت بود بقیهش. جان از
سعدی یا شعر. عاشق که شد که یار به حال وی نظر نکرد، ای خواجه درد نیست و یعنی طبیب هست. یعنی چی؟ یعنی چی؟ میگه من چی کار کنم؟ معنیش چیه؟ نمیدونم چی خونده. یه بار دیگه این معنیشو بگم؟ بله. عاشق یعنی عاشق حالتش عوض شد که یار اون به حال، مثلا یار میتونه استاره از هر چی باشه، به حال وی نظر نکرد. یعنی چی؟ یعنی به اون توجهی نکرد. و یعنی اگه عاشق همون عاشق قبلی بود به حتما به حالش توجه میکرد. هیچ شعر دیگه ای برامون نداری؟ نه دیگه. هیچی؟ همینو دمه در حفظ کردیم. شما چی؟ شعر دیگه؟ بله. امان از یاد دوشاب ملایر که آب آرد به کام جلایر. ماله؟ ماله نظامی گنجوی. بسیار عالی، خیلی هم عالی. خانم بهتر بودن؟ هی به مرور دستا میره بالا چرا؟ آقا بهتر بودن؟ و نگاه کنید اون آقا رو کنترل کنین. آره چشم، به جفتشون میدم، به شرطی که شما دیگه هیچی نگید. دشوارترین حالت پنهانکاری پنهان کردن دوست داشتنه، چون اساساً عشق زمانی کامل میشه که بشه به زبونش آورد و همش تقصیر طرف مقابله. بفهمن عاشقی یه موی سیاه تو سرت باقی نمیذاره. قبلنا طرف مقابلا یه مو تو سرش نمونده. ببین میفهمم قبلنا طرف مقابلا یکم مهربون تر بودن. الان خانم با دوستاش نشسته میبینه عاشق نگون بختش داره از اون دور میاد، میگه بچه ها اونو میبینین عاشق منه، میخواین بفرستمش 8 تا بلال بگیره بیاد؟ خواهش میکنم اگر تمایلی به فرد عاشق ندارین زودتر بهش اعلام کنید. چرا همیشه میذارید بعد از تولدتون بهش میگین؟ از اون طرف هم بعضی عاشقا واقعا حد نگه نمیدارن، یا شاید هم بلد نیستن نگه دارن. از فیلم های عاشقانه سینما مثال میزنم، سینما پارادیزو رو حتما دیدین. پسر 2 ماه رفت زیر پنجره یه خونه معشوق نشست که عشقش رو ثابت کنه. بارون میومد، کفترها از اون بالا نشونه میگرفتنش، شهرداری اومد 2 متر عقب نشینی خورد بهش. بعد از 2 ماه پسر گفت اصلا نخواستم. تا رفت دختر دوید دنبالش. دقت کنید به نکته آموزشیش. پسره گفت نه دیگه، عشقت از سرم پرید. 2 ماه، 2 ماهه، 1 بار لای این پنجره رو باز نکردی. دختره میگفت به جان خودم همین الان داشتم میومدم پایین که بگم بله. پسره گفت اصلا تصمیم گرفتم برم خدمت. دختره گفت منتظرت میمونم. پسره گفت احتمالاً میفرستنم جنگ و همونجا کشته میشم. دختره گفت پس منتظرم بمون. مهمان داریم، چه مهمان عزیزی، که از بهترین فوتبالیست های تاریخ ایران در جام جهانی که چقدر خوش درخشید، آقای رامین رضاییان.
آمدیم. سلام. خوش آمدین. سلام. بفرمایید. خوش آمدین. مرسی. خیلی خوش آمدین. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. اگر سلامی هست بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت شما و حضار محترم و بینندگان خوب برنامه دوره هم. متشکرم. خیلی خوش تیپ و خوش استایل و رنگ چوب. لطفا. عزیزی. بریم سر حرفا. متولد 27 اسفند 68. بله. میشه 31 سال. من اعتقاد دارم 30 سال، ولی خب 31 سال ورود کردم به 30 سال فکر کنم. وارد 30 سال شدم. 30 سال شدین. خیلی خوب. 31 سال شدم، حالا نمیدونم. تا کی میشه فوتبال بازی کرد؟ تا موقعی که آمادگی بدنی خوبی داشته باشی، تمرکز بالایی داشته باشی، و فکر کنم گفتن این که چه زمانی فوتبال استاپ میشه نمیشه گفت، به خاطر اینکه بستگی داره شما مصدوم میشید و دوره فوتبال داری بازی میکنی. خدای نکره اگه مشکلات رباط صلیبی، خدای نکره ناچار بشی، یا مصدومیت های دیگه ای که واقعا سخته طول درمانش خیلی سخت میشه دوباره بخوای فوتبال رو ادامه بدی و آمادگی بدنی جسمانی بالایی داشته باشی. و مطمئنا به نوع زندگی کردنت خیلی بستگی داره، نوع آمادگی جسمانی که داری، انتخاب هایی که میکنی برای ادامه فوتبال و دوستا و مشوق هایی که داری، اینا تاثیرگذاره و میتونی تا 37 38 36 خیلی فوتبالیست 26 27 هم فوتبالشون تموم شد، متأسفانه وارد حاشیه شدن و فوتبالشون خیلی زود برعکس استعداد خیلی بالایی که داشتن زود فوتبالشون استوب شد و نتونستن. و از اون دسته از فوتبالیست یا ورزشکارانی هستی که خیلی مواظب خودتی از هر لحاظ؟ اینو که من نباید بگم، همیشه ناچرا آدم اعتقاد دارم که فوتبال آدم همیشه نشون دهنده زندگی کردنش و نوع استایل زندگی که داره مسلما مشخصه. و من خودم اعتقاد دارم که شما اگه درست زندگی کنی، شرافتمندانه زندگی کنی و راه درستی رو بری، مطمئنن چون ایمان من، ایمانم به خدا، همیشه اعتقاد دارم که همه چی رو برای من خوب چیده و شانس مطمئنن تو برای موفقیت خیلی تاثیرگذاره. و من همیشه اون شجاعت رو داشتم که بجنگم برای هدفم، تلاش کنم و واقعا از خط قرمزایی که داشتم، از هدفی که داشتم هیچ وقت دور نشدم. شده که اتفاق افتاده که از هدف بخواد مسیرهایی برای من باز بشه که بخوام به هدفم دور بشم، به اون هدف، ولی اون مسیرها رو من هیچ وقت انتخاب نکردم و هیچ وقتم نمی کنم، چون اعتقاد دارم که راه درست بری به مقصد میرسی. اسم بسیار علی. بسیار علی. اسفندی ها چجوری هن؟ بازم که من که نمیتونم بگم. چرا؟ چرا نمیشه؟ من ما خیلی اعتقاد دارم، ولی اسفندی ها آدم های چی بگم اصلا شب داره؟ میگن مهربون هن، آدم های فوق‌العاده احساسی هن، احساسی. خیلی خب. آدم های مطمئنن، فکر کنم آدم های خوبی هستن و خیلی هم جنگجو هن. این رویات جنگجویی من خیلی دوست دارم. فیلم گلادیاتور فکر کنم من عاشق اون فیلم، اگه دیده باشید که مطمئنن بله. شما قد سوادتون اینقدر لذت بخشه که مطمئنن خواهش من به یاد داری. خیلی هم عالی. و با شماره 10 بازی میکنی نه؟ بله. شماره پیرهن رو چطوری چجوری انتخاب میکنن؟ خب بستگی، اول اینکه شما خود بازیکن بستگی داره، وارد اون تیم که میشه حالا اگه باشگاه خیلی خواستنش خیلی زیاد باشه اون بازیکن، بازیکن یه تصمیم بگیره که من این پیرهن رو میخوام. من موقعی که وارد باشگاه بزرگ پرسپولیس شدم تو ایران که بازی می‌خواستم بکنم، وارد باشگاه بزرگ پرسپولیس کردم، شماره 27 انتخاب کنم، روزی که به دنیا اومدم 27 اسفند، و خیلی برام خوشایند بود و خیلی خاطرات خیلی خوبی دارم. ولی خب متاسفانه تو تیم ملی نمیتونستم شماره 27 انتخاب کنم، چون شما یه قانون داری در تیم ملی 23 شماره بیشتر نمیتونی داشته باشی. یعنی از یک شروع میشه تا شماره 23، شماره 77 یا مثلا 88 90 نمیتونی بالاتر از 23 شماره ای رو انتخاب کنی. و من وارد کشور قطر که شدم و فکر کنم قبل قطر در کشور بلژیک بازی میکردم. من اونجا که بازی کردم به یاد آقای خدا بیاموز، آقای هادی نوروزی روحشون شاد، شماره 24 رو پوشیدم و وقتی وارد باشگاه شهرنشان، چون پستم دفاع راست من بازی میکنم، ذره سخت گل زدم برای دفاع راست، ولی خب من قول داده بودم به باشگاه که من شماره 10 میشم به نیت اینکه 10 تا گل بزنم و تا الان 8 گل زدم. خب ما بازیامون به خاطر کرونا نشد، استاپ شد و 5 تا بازی دیگه داشتیم
ولی خب مطمئن بودم که این کارو میکنم. درست. ولی خب هنوز فکر کنم و نمیدونم قرار بازی ها ادامه پیدا کنه در کشور قطر یا نه. چه تیمی در قطر؟ من تیم الشهانیه قطر بازی میکنم. الشهانیه. بله. خب. و هنوز هم اونجا این؟ بله هنوز اونجا و قرارداد دارم. و تا کی؟ تا 2 سال آینده من قرارداد دارم، به خاطر اینکه یادم اون سالی که بلژیک میخواستم بیام وارد، چون بعد جام جهانی بود، بازی‌های جام جهانی بود که میخواستم وارد ایران بشم، قراردادهای ایران خب خیلی زیاد بود، یعنی پیشنهادهای خیلی خوبی داشتم با قراردادهای خیلی خوب، ولی خب ترجیح دادم که یه روزی بخوام برگردم ایران برای باشگاه بزرگ پرسپولیس بازی کنم. درست. گفتن که اسفندیار احساساتیان، خیلی خیلی احساساتیه واقعا. فیلم ترکیه میبینه گریه میکنه. چجوری میشه اصلا؟ بعد گریه هاتو میذاری تو اینستاگرام؟ کار بعدی نکردم از نظر خودم. نه اصلا من گفتم بعد بود. نه به خاطر اینکه اون فیلم انقدر، حالا نمیدونم اون فیلمو دیدید یا نه، اون فیلم انقدر رابطه پدر و دختر انقدر قشنگ بود، انقدر و واقعا گریه کردم با جان و دلم بود. یعنی من اون کسی که به معرفی کرد فیلمو گفتش که اشک در میاد با این فیلم. اما موقعی که این فیلم دیدم گفتم فکر نمی‌کردم که گریه کنم. من اون فیلمو برای اون شخص گرفته بودم که بفرستم براش. کدوم شخص؟ کسی که به معرفی کرده بود فیلم. آها اونی که گفت این فیلمو ببین. آره اون که گفت. نه حالا چرا گریهتو گذاشتی تو اینستاگرام؟ خب میفرستادی برای خود اون شخص. حالا که حالا اون شخص گیریم که همون بوده که. شما همیشه یه جمله خیلی معروفی داری. اون جمله معروف، من جمله آدمای بزرگ همیشه سعی میکنم تو مسیر زندگیم استفاده کنم. اون جمله معروفی تو اجازه بدی بگم. خواهش میکنم. که میگید توضیح دادن در مورد چیزی نشان دهنده ضعف شماست. هر چیزی رو بیشتر توضیح بدی شما بیشتر انسان ضعیفی هستید. من این کارو با تمام جون و دلم کردم برای هوادارانی که حالا منو فالو میکنن، منو دوست دارن، منو لوس دارن. گفتم که این فیلمو نگاه کنید، مطمئنن اشک شما هم در میاد و خیلی هم این اتفاق افتاد. ریاکشن های خیلی خوب داشتم و ریاکشن های بعدم که خیلی هم نرماله. اگه بخوای توضیح ندی که اولا که اینجا توضیح محسوب نمیشه. اگه بخوای توضیح ندی که من الان باید بگم احساس خوشبختی میکنی و تموم شه بریم خونمون. ولی این چیزه، گفتگوه، یعنی توضیح نیست واقعا. من میخوام بگم که اون جمله معروفه با هم گپ میزنیم. میخوام بگم که همیشه جمله های شما تاثیرگذار نه بر من، تمام مردم خوب ایران. خیلی ممنونم، لطف دارید. کسی که خیلی کمک کرد که وارد این ورزش بشی کی بوده و مشاوره خوب بهت داد از روز اول؟ من اعتقادم بر اینه که خانواده آدم خیلی تأثیر بذاره در فیلد کاری که میخوای شما وارد بشی. به نظرم من پدرم مشاوق اصلی من بوده، مخصوصا خانواده‌ام، والا مادرم که زحمتایی که میکشه برای، فکر کنم این اتفاق برای همه فرزندای پدر مادر برای فرزندشون میکشن و این اتفاق برای منم افتاد و پدرم واقعا دستشون از همینجا میبوسم. پدر و مادرم که واقعا همیشه کنارم بودن، همراه من بودن و خیلی موفق، خیلی موفقیتمو نصیب موفقیتمو به خانواده، تقدیم خانواده‌ام به خاطر اینکه خیلی تلاش کردم برای من. از چند سالگی شروع شد؟ از چند سالگی که من، پدرم قهرمان 2 ارتش ایران بود و همیشه دوندگی رو از بچگی با پدرم داشتیم در جنگل‌های شمال. من چون بچه ساریم و روستایی سمسکنده که بگم، هم معلیامون ناراحت نشن که خیلی دوستشون دارم و کلی خاطره دارم باشون. ما همیشه تو جنگلای اونجا کلی تمرین می‌کردیم و پدرم همیشه یادم نمیره، چون من پیشرفت و تلاش کردن رو با چش خودم دیدم. پدرم همیشه جلوی من میدوید و من پشت سرش. روزی رسید که من پدرم جلو میزدم و 100 کیلومتر پدرم جلو میزدم و این پیشرفت رو دیدم که تمرین کنی به هدفت میرسی. درسته. و واقعا تاثیرگذار بود. و فوتبال به طور حرفه‌ای از چه سالی شروع شد؟ به طور حرفه‌ای من از سال 18 سالگی وارد لیگ برتر ایران شدم و استارت زدم با تیم سوای باتری ایران و 4 سال در اون تیم بودم و مربیای خیلی خوبی کار کردم. 2 سال بعدش تیم راه آهن تهران رفتم و 2 سال وارد باشگاه بزرگ پرسپولیس شدم و روزهایی داشتم که اونجا فراموش نشدنیه واقعا برای من. و بعدش وارد فوتبال اروپا شدم و بعدش الان کشور قطرم. و الان تیم ملی هم به طور ثابت هستی؟ بله، که به طور ثابت 5 ساله که عضو تیم ملی و دفاع راست. و دفاع راست چون من خیلی سردر نمیارم میپرسم. شما عزیز دلی قربونت برم. دفاع راست دقیقا چی کار میکنه؟ دفاع راست
شاید تو فوتبال اروپا الان دفاع چپ و راست خیلی تعیین کننده یه فوتبال هجومی هستن. شما الان تو بارسلونا یا تو زمانی که مثلا دنی آلوز کسی که الگوی فوتبالی منه وقتی از بارسلونا خارج شد شما می‌بینی فوتبال بارسلونا هجومی که قبلا داشتو نداره، الان چشم بسته فقط به دفاع چپش آلوا که در هجوم خیلی کمک میکنه. تو فوتبال الان دنیا فکر کنم دفاع چپ و راست تعیین کننده یه فوتبال هجومی، یه فوتبال زیبا هستن و خیلی به نظرم تاثیرگذارن. اگه یه دفاع چپ و راستی باشن که نظر حوازی از نظر قدرت سانت، قدرت پاس دادن، قدرت بالایی داشته باشن، تو فوتبال هجومی در فوتبال دنیا، در فوتبال امروز دنیا خیلی تاثیرگذارن. و منم از اون پستایی هم که سعی میکنم تو اون پستی که بازی میکنم همیشه خوب کار کنم و نظر هر چیزی که مربی تیم از من میخواد و به نفع احسن انجام بدم. ولی یادم نمیره فوتبالی که ما بازی کردیم تو در جام جهانی و واقعا بی‌نظیر بود و انگار مردم خوب ایران بی‌نظیرن. آقای مدیری در کشور روسیه که ما بازی کردیم یادم نمیره استادیوم پر شده بود از مردم خوب ایران و وقتی بازی می‌کردیم انگار میزبان بودیم بازی ها. و اون آقای کارلوس کیروش مربی تیم ملی که بسیار زحمت کشیدن برای تیم ملی و بچه‌ها براش تو زمین جون می‌دادن، انقدر رابطه بازیکن مربی انقدر خوب بود، واقعا همیشه دلمون تنگ میشه برای اون رابطه. و واقعا بازیایی که داشتیم مثل بازی شما که دیدید مطمئنا، بازی با اسپانیا، بازی با پرتغال، بازی با مراکش، نمیدونم نه شما خودتون اینجا تو مهمونتون آقای علیرضا بیراون بودن گفتون دیدید که موقعی کریستیانو رونالدو پنالتی زد. اون پنالتی رو دیدم که فقط بیراون رو گرفت. دیدید آره. بعدش من همون فقط گرفت من رفتم ده. خودتون گفتید تو برنامه‌هاتون گفتید که من با بازی‌های جام جهانی من می‌بینم استثنا به خاطر اینکه عاشق فوتبال‌های زیبایید. آره آره ولی آخری رو مثلا دوتای آخر رو دوتای آخر پرتغال اسپانیا بود. آره حتما دیدم. خب حتما دیدم. آره حتما دیدم. و یه پاس خیلی مهم میدونم که یه پاس گل خیلی مهم دادی. من یه پاس گل دادم به بازی پرتغال، بازی اسپانیا بود. ما گل خوردیم و بعدش فوتبال هجومی رو شروع کردیم و یه ضربه ایستگاهی شد که من ساند کردم. آقای سعید عزت‌الله گل زد و متاسفانه اون گلمون آفساید شد، ولی من هنوز اعتقاد دارم اون گلمون آفساید نبود. و اون داور اصلا معلوم بود که داره متمایل به تیم پرتغال داره سوت ببخشید درست بازی پرتغال بود فکر کنم اسپانیا بود. آره داور اون بازی معلوم بود که متمایل به نفع تیم اسپانیا میزنه و اون صحنه آفساید نبود و موقعیت خیلی خوبی داشتیم بازی با اسپانیا که متاسفانه بازیمون یکیش تموم شد. ولی خب ما سزاوار این بود که این بودیم که مطمئنا صعود کنیم حتی به تیم اول، ولی خب این اتفاق نیفتاد و لحظات فراموش نشدنی ما در جام جهانی و کسی بودی که رونالدو رو مهار می‌کردی دیگه، یعنی بله وظیفه این بود که اون رو رونالدو بازیکنی که من خیلی دوستش دارم و همیشه کسی بود که زندگی شخصیش به خاطر اینکه همیشه بین رونالدو و مسی خیلی فرقه و به خاطر اینکه مسی استعداد استثنایی داره و فکر کنم از ما بچگی داشت، ولی رونالدو برای هدف جنگ و تلاش بسیار زیادی کرد و سختی‌های زیادی کشید، از اون جارویی که می‌کشید، از اون تهی که می‌کشید و اون اتفاقات و اون خانواده‌ای که داشت واقعا خیلی سخت بود. ولی رونالدو الان 5 سال فکر کنم بهترین بازیکن سال دنیا رو گرفت. بله. و این اتفاق افتاد که روبروی من کسی که دوستش دارم روبروی من بازی کنه و لحظه که داشتم بازی میکردم انقدر آقای کارلوس کیروش علاوه بر روی روانی انقدر با بازیکن‌ها کار کرده بود، آقای مدیری و ما بازیکن‌ها وقتی وارد زمین شدیم اصلا نادیده میگرفتیم این شخص کریستیانو رونالدو، اون شخص فلانیه و واقعا با تمام جون و دلمون بازی کردیم. و یادم نمیره رونالدو موقعی که روبروی من بازی میکرد دقیقاً روبروی من بود. خاطره الان بگم میگن دیگه انقدر گفتیم از این خاطرات فوتبالی زیاد تکراری شده. رونالدو رو برام بازی میکرد، خب استایل بدنی خیلی خوبی داره و من خیلی سعی میکردم به خاطر اینکه فوتبالی مطمئنم زورم بهش نمیرسه، یعنی تو خیلی بازیکن قویه، من سعی میکردم روی روانی زار برم رو مخش زار اذیتش کنم و واقعا سعی کردم به پیرنش رو بکشم، بدنش رو دست بزنم و واقعا فوش پرتغالی بدی به من اصلا میداد. نه نه فوش کنه و ایشون من خیلی فوش میداد که من یادم نمیره و وقت من میگفت چرا من دست میزنی به انگلیسی، حالا انگلیسیش که نمیگم ولی خب شما استادی یه وقت سوتی از ما در نیاد، گفتیم که چرا من انقدر دست میزنی رونالدو، گفت گفتم که من دوست دارم به دست بزنم اگه مشکل داری.
دقیقاً همین جمله رو میگم، اگه مشکل داری با من میتونی پستتو عوض کنی، بری اون سمت بازی کنی، چون اگه از سمت من میرفت خب نفس راحت من جای رونالدو بودم یه جوری میزدمت نتونه قرمز بدن برم بیرون. خیلی سخته مثلا رو سر رونالدو سر بزنی و من این کارو کردم و بعدش که این کارو میکردم میومدم روبروش دوباره نگاهش میکردم میگفتم دیدی رو سرت سر زدم، سعی میکردم اینجوری برم رو مخش، واقعا هم اذیتش کردیم که دیدید که رونالدو اون بازی خیلی عصبانی بود و حتی سزاوار کارت قرمز هم پس تو بوده اون حالی که رونالدو داشت داره. ولی خب خیلی من برای فوتبالش خیلی احترام قائلم، نه این بزرگانی که روبروشون بازی کردیم، ولی خب سعی کردیم که اذیتش کنیم و واقعا جوابم داد و رونالدو واقعا یه ذره چند تا از فوتبالیستایی که خیلی دوست داری رو بگو. فوتبالیستی خیلی دوست دارم خب رونالدوه. من از اون فوتبالیستایی که خاطره ساز میشن مطمئنن تو خاطرهامو میمونن و من اگه بخوام نام ببرم باید اسم مسی رو نام ببرم، رونالدو رو نام ببرم، رونالدو برزیلی رو نام ببرم، رونالدینیو رو نام ببرم با اون دریبلای فوق العاده اش فکر کنم خودتون گهگاهی میدیدید. آره آره. و رودگولیت با اون سرایی بله که میزده و بی‌نظیرن اینا. فکر کنم من از بچگی یادمه دریبلای رونالدینیو رو یا خود ماردونا که وقتی بازیاشو میبینم بعضی وقتا اون قلدریشو میبینم موقع گرم کردن میبینم خودش داره یه گوشه داره گرم میکنه، یه استایل خاصی با کاملا بازیکن ها با هم دیگه گرم میکنن. آره. اون اگه ماردونا رو دقت کنی گرم کردن قبل بازی خودش داره رو پا میزنه، یعنی یه استایل خاصی داره واسه خودش. به نظرم واسه همین ماردونا شده. یه دوره خیلی پرحاشیه بودی سال 95، چون گفتی مارادونا، چون اونم یکی از پرحاشیه ترین آدم های دنیا بود، یاد خودت افتادم. سال 95 خیلی پرحاشیه بودی. سال 95 چه سالی بود؟ سالی که میشه من میشه 4 سال پیش. میدونم نه سالش رو که میدونم، میگم چه سالی بود که حاشیه رو من یادآوری کنی، چون من فوتبالیستی هستم که فکر نکنم حاشیه زیاد داشته باشم، به خاطر اینکه حاشیه همیشه ساخته میشه برای بازیکنایی که حالا یه ذره سعی کنن خوب بازی کنن یا چهره باشن، حاشیه همیشه هست کنار آدمایی که حالا معروف باشن. چیزی یادت نمیاد؟ یادم میاد، حاشیه‌ای دارم که از پرسپولیس خارج شدم و به نظر من اسمش نمیشه گفت حاشیه، اسمش بی تجربگی بود و من کاری رو کردم که من فکر نمی‌کردم انقدر محبوب باشم بین هواداری پرسپولیس. واقعا فکرشو نمی‌کردم. روزی که پرسپولیس رو ترک کردم رفتم وارد کشور ترکیه شده بودم و برای ادامه فوتبال، واقعا روزی که ترک کردم انقدر فکر نمی‌کردم محبوب باشم. آقای مدیر یادم نمیره من با آقای مهدی طارمی رفته بودیم که پیشنهاد اول به آقای مهدی طارمی شده بود و بعد اک بازی‌ها رو دیده بودن، دیدم از دفاعات با مهدی خیلی ما مکمل خیلی خوبی هستیم، من میدونم دقیقاً چه جایی پاس بدم و مهدی دقیقاً گام‌هایی که داره، خیلی فوتبالیست تاپیه و همیشه سعی کردم پاس‌های خوبی بدم، مکمل خیلی خوبی بودیم. مربی آنالیزورای تیمایی که می‌رفتم می‌دیدن دیدن ما مکمل خوبیم، که بعدش آفر برای منم اومد که گفتن که شما هم دعوت می‌کنیم به تیم و باشگاه پرسپولیس. من یه بندی داشتم آقای مدیری که من دو سالی که پرسپولیس بودم واقعا رایگان بازی کردم و افتخار می‌کنم برای باشگاه پرسپولیس رایگان بازی کردم. و همیشه من یه حرفی میزنم میگم لب و دهن نباشیم، همیشه سعی کنیم یه چیزی که دوست داریم و واقعا اگه دوستش داریم انجامش بدیم. بله. همیشه با آدم با انجامش نشون میده چیزی رو، با عملکردش نشون میده چیزی رو دوست داره. اما من فکر کنم عملکردم تو زمین همیشه ثابت کننده بود و روزی که باشگاه پرسپولیس رفتم ترکیه واقعا روزهای خیلی بدی تجربه کردم. کامنتایی بود که آقای مدیر برگردی به عقب هیچ وقت از پرسپولیس نمیای. این اتفاقا میفته که آدم همیشه تجربه میشه برای آدم‌ها و اون اتفاق که شب‌ها باورت نمیشه آقای مدیر، شب‌ها واقعا شب‌های بدی داشتم در کشور ترکیه که همون تایم کودتا هم میشه، جنگ میشه در کشور ترکیه اگه یادتون آره باشه. آره. که بعدش آقای طارمی برمیگره و من یه هر جوری شده گفتم باید برگردم پرسپولیس. که نمیدونی چقدر شاید پیش خودم شخصیتم خورد شد، خیلی خیلی رویات خیلی بدی داشتم ولی خب ارزششو داشت. واقعا می‌خواستم دل تک تک اون هواداری که شکوندمو به دست بیارم. واقعا اون سالی که برگشتم انقدر خاطرات خوبی ساختیم، انقدر از اون پنالتی‌های معروف، از اون چیپ معروف واقعا دلشونو به دست آوردم. چقدر عالی. ازدواج نکردی؟ چقدر فکر نمیدونی؟ بعد می‌کردم. چقدر فکر کردی؟ ازدواج نکردی؟
بعد از کار معدن قانع کردن شما کار خیلی سختیه. نه اصلا من نمیخوام قانع بشم. آره ولی من میخوام چجوری توضیح بدم به شما قانع بشید. آخه من از این میترسم. نه اصلا لزومی نداره من قانع بشم. راحت باش. قانع نشید آخه میگی باید قانع شم. نه بابا هم ازدواج که نکردی. نه ازدواج نکردم. چی شد؟ یعنی چی شد که ازدواج نکردی؟ خب به خاطر اینکه انقدر دغدغه فکریم زیاده مثلا به شغلی که دارم. شاید الان شاید شما بگید که چرا رونالدو ازدواج کرده و انقدر موفقه. شاید اون فرهنگی رونالدو شاید با من فرق کنه. شاید زندگی کریستیانو رونالدو شاید خیلی از بازیکن‌ها، حالا اینو مثال زدم که چون خیلی همه میدونیم که ازدواج کرده، خیلی از بازیکن‌ها ازدواج کردن و شاید زندگی خیلی موفقی دارن یا اصلا غیر فوتبال زندگی موفقی دارن و تا الان شرایطش پیش نیومده که کسی رو بتونم کنار خودم داشته باشم که تعهد کافی داشته باشم بهش. فکر می‌کنم منم از اون دسته آدمایی که عاشق اینم که یه روز تشکیل خانواده بدم، عاشق بچه‌ام، عاشق زندگیم. وقتی عشق پدر مادرای خودمون رو می‌بینیم واقعا خود من حسودیم میشه که میگم این عشق پاک و قشنگ و زیباست. درست، خیلی هم عالی. ببین اصلا چیزی گفتم من؟ انقدر قشنگ گفتی، انقدر همه چی رو خودت گفتی. ملاکات چیه برای ازدواج؟ یعنی اون آدم مثلا چه جوری باید باشه؟ فکر نکردم بهش. خب مطمئنن من وقتی بخوام، روزی که بخوام این کار رو کنم، مطمئنا آگاهانه میرم سمتش. خاطر اینکه اعتقادم بر اینه که اگه شما آگاهانه وارد یه سیستم زندگی بشید مطمئنا مشکل نمیخورید، چون مطمئنا تو زندگی قراره بالا پایینهای زیادی درگیرش بشید. اگه مطمئنا اون به اون پختگی برسید که در موردش آگاهانه صحبت کنید، مشکلاتو میتونید حل کنید. خیلی هم عالی. پرهیجان ترین ورزش فوتبال، و خودت گفتی یه جایی و خیلی ها میگن، چرا این ورزش اینقدر مهمه و هیجانش بالاست؟ به خاطر اینکه اصلا قابل پیشبینی نیست آقای مدیری. و یکی از زیباترین ورزش هایی که من خودم میبینم اینه که هیچ وقت قابل پیشبینی نباشه. آخه این سوالو من از خیلی از دوستان کردم که مهمان بودن، حالا همه ورزشکار بودن. من حرفم این بود که خب خیلی از رشته ها قابل پیش بینی نیست، مثل تنیس، مثل اصلا هر رشته ورزشی قابل پیش بینی نیست. چرا فوتبال انقدر؟ فوتبال به خاطر اینکه لحظه ای اتفاق میفته. تنیس امکان داره مثلا 10 هیچ 13 هیچ تموم بشه، و فوتبال این اتفاق خیلی کم میفته. شما مثلا میبینی ما یقه مثلا اسپانیا رو نزدیک بود بگیریم و با پرتغال مساوی کردیم تو جام جهانی. شاید قبلش برای ما جوک میساختن خیلی ها و میگفتن که الان قراره رونالدو از این ور 5 تا بزنه، از اون ور نمیدونم. آره این اتفاقات خیلی می افتاد و وقتی می من فوتبال رو نگاه می کردم چرا ایران نبرد، یا اون لحظه آخر چرا اون گل ما نزدیم بازی با پرتغال. و این اتفاقات همیشه تو ذهن مردم خوب ما مرور میشه و میگن چرا این چراها باعث میشه که فوتبال انقدر قشنگ و زیبا بشه و بازیکنایی که در صدم ثانیه دریبل زیبا، یه اتفاق زیبا. برای چی میبینید که مسی انقدر طرفدار داره، انقدر دوست داشتنیه که طرف از اینجا بلند میشه میره نیوکمپ بازی مسی رو ببینه، یا رونالدو؟ و فکر کنم شما میتونید اگه درصد بگیرید همین مردم خوب ایران، فکر کنم بالای شاید 80% مردم ایران فوتبال ببینن، ولی انقدر برایشون شیرین باشه و لذت بخش. و این اتفاق فکر کنم آره در همه دنیا اینجوریه دیگه، پرطرفدارترین ورزشه، مخصوصا انگلیس که انگلیس بی‌نظیره. بله یا خیر بپرسم؟ بله. به نظرت بعد از هر سختی گشایشی هست؟ 100%، اگه راه رو درست برید. تا حالا تمرینات رو پیچوندی؟ اضافه هم کار کردم، غیر اینکه پیش بپیچونم نه. یعنی خیر؟ نه. اهل دعوایی؟ تو زمین آره. تا حالا با داور درگیر شدی؟ لب و دهن آره. در حد صحبت کردم. آه، صحبت لفظی یعنی؟ لفظی. یه وقتایی بدتر از برخورد فیزیکیه، نه؟ یعنی بلایی که سر رونالدو آوردی با اون حرفا، اصلا مثلا مشت بهش میزدی بهتر بود تا این، چون اعصاب آدم نابود میشه دیگه، اصلا آدم نمیتونه بازی کنه. خدا علی هم مدیون منه پنالتی رو. چرا؟ خب علی گرفت پنالتی کریستیانو رونالدو رو دیگه، دقیقه آخرای بازی بود. آها.
آها چیزی بهش گفتی؟ نه دیگه قبلش خوب انقدر اذیتش کرده بودیم که دیگه مخاطب. آها یعنی بدنه. اصلا اینم پنالتی رو بله. نه اینکه توانایی علی بود برای مزاح. فهمید. عشق سرعت داری در رانندگی؟ خیلی اعتقادی به بله یا خیر نداری؟ چرا 100%. اتفاق خودم که برنامه‌تون رو همیشه نگاه می‌کنم. وقتی نگاه می‌کنم چرا نمیگم بله یا خیر؟ سخته ببین. اصلا میگفتم چرا خب خیلی راحته. ولی خب دوباره سوالو تکرار می‌کنی. عشق سرعتی در رانندگی؟ بله. بله. زبان انگلیسیت خوبه؟ خیلی بهتر شده. خیلی. ببین با بله یا خیر نمیگی. آره خوبه. خیلی خوب نه ولی بالاخره یه چیزایی گفتی به انگلیسی که رونالدو بدبخت دیوونه شده. بودم قبلش. آها قبلش تمرین آره. کردی چی بگی؟ 100%. چند تا جمله ناجور آماده ناجور کرده؟ نه. در حد این که بتونم از خجالتش در بیام. به حقوق دیگران خیلی احترام میذاری؟ خیلی. بله. و زیاد احساساتی میشی؟ بله. بله. برات مهمه که خودت دیده بشی یا تیمی که توش هستی؟ اول کدوم؟ اینو بگو توضیح بده تیم. آه توضیح بدم. آره. برای مثال ما یه پنالتی معروف زدیم که پنالتیمون خیلی سر صدا کرد، مخصوصا تو فوتبال اسپانیا به خاطر اینکه مسی و سوارز این کارو کرده بودن. و ما دقیقه بعد باخت دربی بود که ما دربی رو واگذار کرده بودیم و بازی بعدی با سپاهان داشتیم برای قهرمانی می‌جنگیدیم. شاید باورتون نشه آقای مدیر، خیلی سر کم پیش میاد شما دربی رو ببازی و بازی بعد 100,000 تا هوادار بیاد. و این اتفاق برای پرسپولیس افتاد. ما بازی رو باختیم، بعدش 100,000 هوادار اومد. بازی با سپاهان دقیقه 70 بازی مساوی بود و پنالتی اتفاق افتاد. من با مهدی طارمی تمرین کرده بودیم و مهدی روزی که باش تمرین می‌کردیم بهش گفتم، گفت امکان نداره من این کار انجام بدم. گفتم چرا این کار انجام نمی‌دی؟ این کار یا میری رو اوج یا دیگه باید تحمل کنی دیگه حالا حرفایی که قرار بشنوی رو. و اون لحظه ما این کار رو کردیم آقای مدیری و من پاس دادم و مهدی گل زد. شاید اونجا به خاطر خود منم اونجا نبود، به خاطر اینکه هوادارا اون باخت بازی و دربی رو فراموش کردن و من این ریسک رو کردم. زمان مربیگری آقای برانکو ایوانکوویچ بود که پرسپولیس کلی باهاش خاطره دارم و مخصوصا خود من، و یکی از شیرین ترین لحظات زندگی من بود برای خود من و هواداری پرسپولیس. چقدر عالی. با مهدی طارمی خب خیلی نزدیکی، خیلی و دست به یکی کردیم که یکی آره پاس زن توضیح میخواد داره بگیم. مثلا برای سانتی که میکنم مثلا با مهدی میگو برای من سانت کن، مثلا بعضی وقتا مثلا اگه دو هیچ جلیم یا سه هیچ جلیم سعی کن برای من سانت کنی، اما من برایشون سانت میکردم دیگه. ولی این اتفاقی دارم میگم مثلا خیلی کم پیش میاد، چون ما فوتبالیستا تو زمین قدرت تصمیم گیری انقدر زیاد نیست که بخوایم تشخیص بدیم. یا من خود من که انقدر بخوام سانت کنم مثل دیوید بکام نیستم که حالا دقیق بفرستم برای مهدی. حالا اون سانت هم که میشد برای مهدی، مهدی میزد تو گل، میگفتم بعدش میگفتم دیدی مهدی من این سانت رو فقط بخاطر تو کردم، میتونستم به یکی دیگه بدم به تو دادم. اینم باورش میشه چون خیلی ساده است مهدی. تازه میگه اونم باورش میشد. تازه جایزش هم بهم میداد. عجب. چون قول میداد دوباره چیزی بهم بده. بعدش هم بهم میداد واقعا. خیلی. دیوید بکام هم میشناسم راستی. اون که بی‌نظیره. آره. به خاطر استایلش میشناسم. نمیدونم. میشناسم دیگه. میگم این دیوید بکام. چون خیلی خوش چهره و خوش تیپه. آره خیلی خوش تیپه. خیلی خوش چهره. بعد یکی از فوتبالیستایی که واقعا الان مربیه نه؟ نه وارد مربیگری نشد. نه متاسفانه، ولی خب عاشق خانواده و بچه. آره آره و من عشق رو دوست دارم. آره. فوتبالیستی بود که هیچ وقت وارد حاشیه نشد، حتی بعد فوتبالش عشقش نسبت به خانواده‌اش خیلی اصلا کم نشد، کم رنگ نشد. آره. این خیلی قشنگه. آره. پول چقدر برات مهمه؟ هم اندازه کیفیت کاری که میکنی یا کمتر یا بیشتر؟ فکر کنم کمتر، به خاطر اینکه من 10 سال تو فوتبال ایران بودم آقای مدیری. شاید گفتن این حرفی زیاد دردناک باشه ولی واقعا هیچ پولی من در نیاوردم تو فوتبال ایران که بازی کردم. یعنی خیلی سخته، به خاطر اینکه شما قراردادی که می‌بندی با باشگاه‌های ایران اصلا معلوم نیست پول قرار بگیری. یا من با مدیر عامل وقت اون زمان وقتی زنگ می‌زدم بهشون، دوست دارم بهشون زنگ بزنی بگی که فلانی من پول منو چرا نمیدی، میشه بدی؟ بعد خواهش کنی
و اینا کیف میکنن، لذت میبرن. وقتی زنگ میزنه بازیکن به مدیر عاملش میگه من 20% 10% پول میاد، درسته که وظیفه اون باشگاه قراردادی که میبندی پولشو به وقت بده، اون بازیکن با تمرکز بسیار بالاتر باید بازی کنه. بعد عملکرد اون بازیکن میاد تو زمین ضعیف میشه، هوادارا میگن بی غیرت، هوادارا میگن چرا بازی، شاید اون دغدغه زندگی بله. داره، شاید مشکل زندگی داره، شما اونا رو نمیبینی و این مشکل خیلی بزرگی تو فوتبال ما. و شما میبینی مدیرعاملای بزرگ تیم‌های استقلال و پرسپولیس می‌بینی ماه سه ماه چهار ماه میان میرن عوض میشن و هیچ وقت ثبات ندارن و مطمئناً ثبات یه تیم میتونه یه عملکرد خوب بسازه از یه تیم و این اتفاق تو فوتبال ایران شما هیچ وقت نمی‌بینید. چرا این مشکلات هیچ وقت تموم نمیشن؟ این مدام این مشکلات مالی هست، مدام درگیری، مدام هفتگی شده دیگه، عوض شدن این رؤسا و اینها. چیه دلیل اصلیش واقعا؟ خود مردم عزیز ایران وقتی مقایسه میکنم میگم ما هیچ درآمدی نداریم، شما همین پولی که میگیرید مثلا خیلی زیاده، یا بله. دستاتی که شاید اینجوری نباشه، شاید اون بازیکن عمر فوتبالیش خیلی کوتاه باشه. شما میبینید یه فوتبالیست امکان داره 2 سال بیاد فوتبال بازی کنه و بعد 2 سال مصونیت به سراغش بیاد، شاید همون پولی که گرفت بعد برای پول درمون پاش بده، چون مطمئنا باشگاه میزنن زیرش و هیچ پولی قرار نیست خرج بازیکن کنن. و این اتفاقاتی که میگم با یه برنامه‌ریزی خیلی محکم و خوب قابل حله، ولی خب در این راه و مسیری که من میبینم فکر نکنم حالا بخواد درست بشه. بعد از قطر برمیگردی به پرسپولیس یا کشور دیگه ای خواهی بود؟ من همیشه اعتقادم بر اینه که ما نمیتونیم پیشبینی کنیم آینده رو و من نمیتونم الان قول بدم، ولی خب الان قول رو میدم که هر موقع بخوام به فوتبال ایران برگردم مطمئنن اولین تیمی که بخوام واردش بشم پرسپولیسه، و به خاطر اینکه خیلی دوستش دارم. بسیار عالی. همین الانش وقتی بازیاشون رو میبینم بعضی وقتا سمت راست یه حرکت میبینم خودم اونجا حس میکنم که میگم چرا من نیستم مثلا این اتفاق بیفته، ولی خب این اتفاق مطمئنا خواهد افتاد در آینده اگه باشگاه بزرگ پرسپولیس منو قابل بدونه که بخوام عضوش بشم. بسیار عالی. دوست داشتی که به جای اینکه فوتبالیست بشی بازیگر میشدی؟ پیشنهاد اصلا داشتی؟ پیشنهاد که بوده، ولی خب من خودم ترجیحم بر اینه که در آیندهم میخوام همین مسیری که زندگی کردم و عاشقش بودم بخوام ادامه بدم مربیگری. و ولی خب ما نمیدونیم که در آینده همون حرفی که زدم چه اتفاقی میخواد بیفته و من همیشه میسپرمش به بالایی و من شرافتمندانه زندگی میکنم و مطمئنا همیشه مسیرهای خوبی برای من باشه. بسیار نمیخوای امتحان کنی که رو حرف شما مگه میتونم نبیارم؟ نه خواهش میکنم، مگه دوست داری؟ اگه میشه اون گوی رو توپ فوتبال در نظر بگیریم، خب یه شبیه توپ فوتبال هم هست. اصلا خودت بگو چیکار کنی؟ من به شما بگم انجام بدی؟ نه خودت بگو. نه خودت بگو دوست داری چی باشه این تست، یعنی موضوعمون چی باشه؟ دیگه شما ولی اون توپ باشه. اون توپ باشه، سوالی که هر جوری که شما سوال دوست دارید میتونید بپرسید. بدون کلام منم شفچنگو میتونی در نظر بگیری. نه آخه یه کار دیگه دارم. بدون کلام گزارش کن که این گوی چند تا بازیکن رو جا میذاره، دروازه‌بان رو هم کنار میزنه و گل توی دروازه. این میشه توپش. بدون دست و بدون کلام. البته که خیلی شبیه به حرکات موزون بود، ولی خیلی هم عالی. ما که استاد نیست مثل شما. سخت بود میدونم. اگه فوتبال رو انتخاب نمی کردی چه شغلی رو داشتی؟ دندون پزشکی خیلی دوست دارم. دندون خیلی خیلی و هم ورزش، مطمئنم ورزشکار میشم، ولی دندون پزشکی خیلی دوست داشتم بچگی. شما مدام در حال بردن یا باختن یا جور چیزا هستین به عنوان فوتبالیست، یعنی یا ناراحتین یا خوشحالین، حال میانتون چه شکلیه؟ دارین اصلا حالی رو این حالو؟ بله در اوقات فراغت فکر کنم خیلی پیش بیاد این حال برای ما که نمیدونیم خوبیم یا بدیم. و مخصوصا سر این کرونا تایم واقعا
خود ما نمیدونستیم، همون میانه که میگه الان دقیقا من خودم داشتم. نمیدونستم میخواییم قراره فوتبال بازی کنیم، قراره نکنیم، قراره حقوقامونو بریزن نریزن، یعنی استرسه رو داشتیم. ولی خب جا داره اینجا کشور قضا تشکر کنیم با اینکه بازیامون برگزار نشد، حقوقامونو سر وقت ریختن و واقعا کاری کردن که ما خودمون توقع نداشتیم. آرزوم، یکی از آرزوهام یه روز تو فوتبال ایران همچین نظم و دیسیپلین داشته باشیم که بازیکن‌ها بهترین عملکرد رو داشته باشن، که هواداری که میان استادیوم یا پای تلویزیون نگاه میکنن که تعدادشون هم کم هم نیست آقای مدیری، وقتی که میذارن واقعا که لذت ببرن. درسته. چند تا کلمه بگم حستو بگو با یه کلمه یا جمله. لیگ برتر، امیدوارم یه روز خیلی حرفه‌ای بشه. حمید استیلی، مربی که خیلی برای من زحمت کشید و باعث نرفتن من از تیم راهن شده بود، و چون سال آخری که راهن بودم خیلی تونستم تو چشم بیام و وارد باشگاه بزرگ پرسپولیس بشم. کتاب، یعنی ای کاش میشد که من بچه بودم شما رو میدیدم و واقعا میخوندم کتابو، و واقعا شاید الان حسرتش رو میخورم چرا کتاب زیاد نخوندم تو زندگیم. ولی خب برعکسش میگم جملات آدم‌های انسان‌های بزرگ همیشه سعی کردم گوش بدم و انجامش بدم به درستی، و ولی متأسفانه نشد زیاد کتاب بخونم، ولی کتابم خوندم. خیلی عالی. ایران، عشق، شفچنکو، بازیکنی که همش منو یاد شما میندازه و یاد کسی خیلی عالی. یاد کسی میندازه که من برنامه کتاب باز وقتی میدیدم از سواد بالای شما واقعا لذت بردم. من و نسل من و مردم خوب ایران مدیون خیلی از فیلم ها و خیلی از لذت های زندگیمون هستیم با فیلم ها و سریال های که شما ساختی، زحمت هایی که برای ایران کشید، و من میخوام بلند شم اینجا برای 5 ثانیه برای شما دارم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم از لطفتون، خیلی ممنونم از لطفت محبتی که به من داری رو حقیقته تشکر میکنم از بابتش. و به هر حال انقدر مردم ایران و همه ما جزو مردم ایرانیم، شما، همه دوستان و همه کسانی که دارن ما رو میبینن یا نمیبینن فرق نمیکنه، انقدر عشقن و انقدر دوست داشتنین و انقدر بی‌نظیرن که هر کاری کنیم کمه، شما بی‌نظیرید. قربونت برم، مرسی. یه جایی گفته بودی که بازیکن‌ها باید رانندگان خوبی هم باشن. اعتقاد دارم به خاطر اینکه فوتبال که بازی می‌کنیم قدرت تصمیم گیری باید خیلی بالا باشه. یعنی در صدم ثانیه شما تصمیم بگیری، و قبل از اینکه من خودم به شخصه شما بازی‌های اروپا رو نگاه کنید، بازیکن قبل از اینکه صاحب توپ بشه تصمیم خودش رو میگیره، میخواد دریبل بزنه، میخواد پاس بده. یعنی وقتی بازی فشرده که پرس میام میکنن، شما باید قبلش آگاهی محیطی داشته باشی، و این آگاهی محیطی تو فوتبال خیلی زیاده و قدرت تصمیم گیری خیلی بالایی میخواد، و این مطمئنا تو رانندگی هم میاد. آره شما جلوی اتفاق میفته میتونید تصمیم گیری درستی کنید. و خود من خلاف رانندگی خیلیه، ولی واقعا بود. چند سال پیش تو اتوبان دنده عقب می اومدی و یه تصادف خیلی ناجور کردی که خدا رحم کرد. آره خدا رحم کرد. دنده عقب که همونجا که زندگی می کردم وارد اتوبان شدم، اتوبان چند بانده بود، خیلی 5-4 تا ماشین می تونستم، یعنی واقعا اتوبان خیلی بزرگی بود، و من با یه پراید هاشبک بود اون موقع داشتم پراید صندوقدار بود، داشتم میرفتم و فراموش کردم یه وسیله رو بردارم. ساعت نزدیک 1 شب بود آقای مدیری، شاید ماشین اتوبان رو دنده عقب اومد. حالا بذارید به شما تعریف کنم. بله. بعد دنده عقب که داشتم می اومدم، من گفتم یه حس خوبی گرفتم و اندیکی که می کردم، گفتم بچگی این حسه بود، گفتم که از آینه بغلا فقط استفاده کنم عقب رو نبینم، چون 1 شب ماشین قرار نیست پشتم بیاد. این عقب رو دیدم و یهو دیدم یه راننده خواب موند، راننده مزده بود خواب مونده بود اصلا، اومد به پشت زد به من، زد من آقای مدیری، ماشین تا خود کمر من خم شده بود، یعنی واقعا پشت من اومده بود. خدا خیلی دوستم داشت، همون چیزی که به شما گفتم واقعا بچگی این اتفاقات کمابیش بر من افتاد، ولی خب کار من که 100% اشتباه بود و نباید این کارو میکردم، که هر موقع من دنده عقب که میگیرم اون خاطره تو ذهن من تداعی میشه، ولی خب اتفاق خیلی بدی بود که من خوشبختانه سالم ازش. خدا رو شکر.
گفتی دنده عقب، من یه خاطره بامزه بگم، خاطره که نمیتونم تعریفش کنم ولی همین تیترش خیلی عجیبه. این عقل ما رو اون موقع، تو رو خدا، یعنی عقل ما رو نگاه کن اون موقع. با دوستامون مسابقه گذاشتیم دنده عقب بریم تا شمال. اصلا الان که بهش فکر میکنم چجوری میشه، اصلا چجوری دنده عقب اینجوری دیگه، یعنی تو دستو بذاری بریم شمال. تا از در خونمون تا سر کوچه رفتیم کلن منتفی شد، یعنی گفتیم بچه ها اصلا ولش کن یه مسابقه دیگه بدیم. فکر کردیم مثلا تا چالوس دنده عقب بریم. در ازای چه چیزی فوتبال رو حاضری کنار بذاری؟ در ازای سلامتی خانواده. بله. و خط قرمزت چیه در زندگی؟ مهمترینش. کسی که بخواد از هدفم منو دور کنه، واقعا خط قرمز منه. و حتی اگه عزیزترین کس هم باشه میذارمش کنار. عزیزترین کس منظورم اینه که خب خانواده که مشوق اصلی منن، حامی من بودن که من اینجام. مثلا دوستان من یا کسایی که وارد زندگی میشن اگه بخوان خط قرمزای منو نایده بگیرن، مطمئنا وارد زندگی من نخواهد شد. واسه همینه که دوستای خیلی کمی دارم. و این روزا خیلی فعالیت کمی یا اصلا نداری در فضای مجازی؟ من فضای مجازی خیلی کم پست، خیلی کم استوری. استوری هم که میذاشتم در کرونا تایم بود به خاطر اینکه تمرینای انفرادی زیادی میکردم و شاید خیلی از جوونا نگاه میکنن، حالا شاید منو نگاه میکنن که شاید برنامه تمرینی داشته باشم، که خود من در تمرین کردن انفرادی چون اعتقادم بر اینه که اگه زندگی حرفه‌ای داشته باشی، تمرینای انفرادی داشته باشی، مطمئنا پیشرفتت چندان خواهد شد. و این اعتقادو دارم و همیشه اتفاقش هم برای من افتاده. و خیلی آره تمرین و تلاش بسیار زیادی میکنم. حتی الان یه جیمی ساختم، همین که الان اومدم ایران وارد تهران شدم رفتم مورینریه چند تا وسیله خریدم، چون جیم نمیرم به خاطر که واقعا خطرناکه، این بیماری هنوزم تموم نشده. که تو خونه بتونی خونه دارم تمرین میکنم و واقعا دوست دارم این زندگی حرفه‌ای رو، خیلی دوست دارم. خیلی هم عالی. و خسارت نمیکنم، چیزی هست که دوست داشته باشی از اینجا بگی و توی حرفامون نبوده باشه؟ یه سوال معروفم نکردی. اون بعد اینه. میدونی چیه؟ بله بله، احساس خوشبختی. من از صحبت‌های کلیشه‌ای زیاد خوشم نمیاد آقای مدیری، به خاطر اینکه احساس میکنم مردم گوششون از این حرفا پره دیگه. بخوام جملات انگیزشی به مردم عزیزم بگم، به خاطر اینکه انقدر میدونم اینو که انقدر مردم ایران آگاهن که میدونن چه کاری خوبه چه کاری بده، ولی در خودم اینو میبینم که آرزو بهترین رو برای مردم خوب ایران بکنم و همیشه بزرگترین آرزوم ایجاد صلح و آرامش برای مردم، تمام مردم کره زمین، مخصوصا مردم خوب ایران. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. و احساس خوشبختی داری؟ از زندگی شخصی احساس خوشبختی عمیقا دارم، ولی خب مطمئنا خانواده خیلی خوبی دارم. در مسیر زندگی کردم فوتبال که همیشه عاشقش بودم و دوستش داشتم، دوستان خیلی خوبی داشتم که یکیشون اینجا آقای ناصر نور محمدی که واقعا برای من مثل یه پدر، برای من مثل یه برادر بزرگتر، با اینکه داداش ندارم برای من زحمت کشید، تلاش کشید، دستش رو از همینجا میفشارم و از عزادار میخوام که برای ایشون یه دست بزنم. بله. کسی که شاید وقت زندگیشو برای من گذاشت، کسی که شاید از موفقیت‌های خودش زد برای من و واقعا دستشو میفشارم. ولی خب از تراژدی‌های دنیا مثل فقر، جنگ، بله، کودکان کار واقعا نمیتونم عمیقا احساس خوشبختی کنم، ولی خب واقعا آرزوم ایجاد صلح و آرامش. بسیار عالی. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی گفتگوی به نظرم خیلی گفتگوی خوبی بود و خیلی دوست داشتنی هستی. خیلی مرسی. و امیدوارم همینطور که درخشان بودی تا امروز درخشان تر به پیش بری در راهی که دوست داشتی و داری. و آرزوی سلامتی دارم برای خودت و خانوادت و بهترین ها رو برات آرزو. مرسی، متشکرم. خیلی متشکرم.
بله، خیلی گفتگوی دوست داشتنی و خوبی بود. بله، بله. خیلی خوب. چی میگفتیم راجب پنهانکاری؟ پنهانکاری. میدونید چرا اون اوائل انقدر از کرونا میترسیدیم؟ چون داشت خیلی از حقایق پنهان رو آشکار میکرد. اما الان دیگه داریم باهاش کنار میاییم. حتی باعث شده که خودمون هم آروم آروم پنهانکاری رو بذاریم کنار. مثلا اعلام شده که سینماها باز میشن، اما فقط برای 40% ظرفیت سالن ها بلیت فروخته میشه. ببخشید، مگه قبلا چند درصد میفروختین؟ تنها فرقش اینه که اون موقع اون 40% رو جمع میکردیم یه گوشه سالن، الان با فاصله میشینن. اون موقع گردنمون درد میگرفت، میتونستیم شل کنیم بذاریم رو شونه بغل دستیمون. الان اگه درد بگیره باید دراز بکشیم سرمونو بذاریم رو پاش. یا مثلا گفته شده که دانشگاه ها باز میشن، اما حضور سر کلاس ها اجباری نیست. این که اصلا توضیح واضحاته. ما تقریبا از 30 سال قبل از ورود کرونا فاصله گذاری هر 20 متری دانشجو رو در کلاس ها داشتیم. البته سر کلاس ها فقط، جاهای دیگه دانشگاه شلوغ بود. تعارف هم یه مدل دیگه از پنهانکاریه. یعنی تو ذهنمون یه چیزی میگذره اما یه چیز دیگه به زبون میاریم. میذاره بعد از اینکه کارتو کشیدی تایید تراکنش موفق که اومد، میگه قابل نداشت آقا. میخوای زنگ بزنم بانک اصلا بگم پول برگردونم. کرونا باعث شد که از این تعارفات هم کمی فاصله بگیریم. من خودم مهمون رو در بایسیدار که میخواست بیاد برام، قبلش دور این صابون و این چیزای سرویس بهداشتی اینا گل یاس میریختم و اینا، الهی که حس خوب بهشون بده. الان شوخی نداریم، از در که میاد تو با شیلنگ وایسادم، از دور آب با فشار میگیریم روش، میگم دستات بمال به هم، بمال به هم بی صحابو. آره، کامنت ها رو بخونیم. اگر شیرین و فرهاد با هم زندگی میکردن، شیرین تا میدید فرهاد نیم ساعت دیر جواب پیغامشو داده، سری مینوشت مثل اینکه سرت شلوغه و داری برای یکی دیگه کوه میکنی. راست میگه، اگه تو دوران ما بودن همین میشد. هر مادر ایرانی یک سری ظرف پلاستیکی و شیشه‌ای دردار داره که حاضر شب بچهش بیرون بخوابه ولی ظرفا برگردن خونه. تابستون ها شیشه ماشین رو پایین نمیدم که بقیه فکر کنن کولر روشن کردم. بله، ما فقرا اینجوری صورتمون رو با سیلی سرخ نگه میداریم. یکی بهم گفت چقدر چاق شدی، منم جواب دادم باز من یه تغییری کردم، تو همون بیشعوری که بودی هستی. چند تیک سوسیس انداختم جلو گربه ها، به محض اینکه بو کردن جامه دریدند و به صحرا رفتن. منم گفتم بیلی آقا خودم خوردم. یه خانم یه آقا، چشم شما بفرمایید. دستمالش هم در آورد، با دستمال تکون داد. خانم بفرمایید. بله، این آقا همون آقایی هند که وقتی گفتم که از دست عشق انسان مو به سرش نمیمونه دست زدن. میخواین برامون تعریف کنین چیزی؟ نه؟ شغلتون چیه؟ اتوبوس تولید میکنن، تو نمایندگیشون هستم. بله بله. شما؟ من خیاط هستم. خیاطین؟ بله. خیلی عالی. آقا، کشور مصر در کدام قاره است؟ اروپا دیگه. آسیا؟
استرالیا. افریقا. افریقا بله درسته. یوگا از کدوم کشور اومده؟ کره جنوبی. چه سوالا، چه جوابای عجیبی میدن. کره جنوبی. قبلی رو چی گفتین؟ اروپا. هند. برلین پایتخته؟ آلمان. میگن H2O فرمول چیه؟ آب. خدا الحمدلله. من این سن و سالم قد نمیده دیگه پایین تر. چشم. دیوید کاپرفیلد اثر با راهنمایی. راهنمایی کنم؟ اصلا راهنمایی نداره. یه کتابی است اثر کی؟ چجوری راهنمایی؟ داستان دو شهرم مال این نویسنده است. چارلز دیکنز. کاخ گلستان کجاست؟ سعد نه. سعدی؟ نه نه نه. الا یا ایها الساقیه. شیراز. کاخ گلستان. آقا ایناها از اینجا میری پایین کاخ گلستانه. تهران. تهران. کتاب دارالمجانین اثر کیه؟ اصلا من مزاحم شدم اصلا. ببخشید من اصلا مزاحم شدم. شعر دوست دارین بخونین؟ چیزی تو گوگل سرچ کردین؟ من یازار موری که دار نکشم که جان دارد و جان شیرین خوش است. خسته نباشین واقعا. فشار روتون بود. شما من شعر نیست حفظ نیستم ولی راجب کارم یه شعر هست نمیدونم بگم یا نگم. راجب کارتون؟ آره. راجب خیاطی یه شعر هست بفهم؟ بگم ایراد نداره؟ نمیدونم میخوای چی بگی؟ بگو ببینم چه خاکی باید تو سرم کنم. داستان تعریف کنی؟ بگید شعر راجب خیاطی برای من جالب شد اصلا. بله؟ من وقتی وارد خیاطی شدم چون سنم کم بود من میزون دوز و شخص دوزی نیستم و صاحبکارم بهم اینجوری میکرد میگفت آن که بابت کارش دوزندگی مردنش بهتر بابت زندگی. تا زندگی آن که دستش تند بود نان شب نداشت آن که دستش کند بود مرد از گشنگی. خیلی هم قشنگ. خیلی هم قشنگ. فرمودین میازار موری که دانه کش است. خیلی هم عالی. چیز دیگه ای برامون نداریم. خیلی خوشحال شدم. دوست عاشقمون به هر حال این و خانم بهتر بودن؟ آقا بهتر بودن؟ بار چشم. بار چشم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی. و آخرین حرفمون این هست که متاسفانه ما خیلی وقتها آقایون رو متهم به پنهانکاری میکنیم در صورتی که واقعا اینطور نیست. موضوع اینه که ماها خیلی صلح طلبیم اتفاقا، دوست داریم همیشه آرامش حکم فرما باشه. بنابراین وقتی شما گیر میدین مجبور میشیم بحث رو عوض کنیم که فضا متشنج نشه. بعد ناخودآگاه اینطور به نظر میرسه که داریم پنهانکاری میکنیم. مثلا آقای داماد داره به همراه خانم و مادر خانم و پدر خانم اینو سریال نگاه میکنه. برای خود شیرینی بی خودی ها برمیگردیم که حرکت پسر زشت بود. میمرد اگه سر عقد یه چیزی به دختر میداد؟ خانم میگه که تو خودت هم سر عقد چیزی به من ندادی. داماد سریع متوجه میشه این بحث عاقبت خوشی نداره، بحث رو عوض میکنه، به مادر زن میگه مامان جان این ولادیمیر پوتین 70 سالشه ها، همسن شماست، ولی ماشاءالله جفتتون اصلا نشون نمیدین. مادر زن میگه من 52 سالمه مادر. پدر زن میاد وسط بحث رو بگیره که نجاتش بده، میگه شما کم حرف بزن عزیزم، پاشو یه لیوان آب بیار من اینو توش حل کنم. داماد میگه چشم، چایی میارم براتون، این تو آب حل نمیشه. پدرزن میگه قرص جوشانو میگم بی شعور.
داماد دیگه تا 6 ماه اصلا اون طرفا پیداش نمیشه. توصیه آخرم اینه که وقتی جهت ادای پاره ای از توضیحات دعوتتون میکنن، چندان روی پنهانکاری هایی که قبلا کردین حساب نکن. هرگز نگید که طلاق پاکه چه منتش به خاکه. یکی از دوستان ما رفته بود جهت پاره ای از توضیحات، وسط طلاق پاکه یهو یکی از وایس هاش رو براش پلی کردن، سریع اش تو چشاش جمع شد، ضرب المثل رو عوض کرد و گفت در عف لذتی هست که در انتقام نیست. خیلی ممنونم که امشب انقدر خوب و پر انرژی کنار ما بودین. خیلی متشکرم از لطف همتون. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. متشکرم، شب بخیر، خدا.